گفتگو میکنم با صفا کلم، مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی که از تهران با ما هستند. ضمن سلام و وقت بخیر خدمت شما. جناب آقای کرم، آیا با این توافق امکان مقابله با سوء استفاده ها و کاهش نگرانی وجود داره؟ سلام عرض میکنم خدمتتون و بینندگان. بله، اما تا حدی. ببینید، توافق جدید برای مقابله با سوء استفاده از هوش مصنوعیه و شامل خیلی چیزاست، مثل نظارت بر داده ها، سیستم ها و محافظت از سیستم ها و جلوگیری از دستکاری سیستم ها و اتفاقاتی که داره میفته با استفاده از هوش مصنوعی. ولی باید یه سری اتفاقات بیفته و همه قبولش کنن، یعنی یه سری کشورهای دیگه بجز این کشورهایی که الان توافقنامه رو امضا کردن و اتفاقا الزام آور هم نیست، باید برگرده سمت الزام آور شدنش تا این از این خطر و سوء استفاده و کاهش نگرانی کمتر بشه. بله، با توجه به غیر الزام آور بودن این توافقنامه، چه اقدامات مؤثر بیشتری برای رفع نگرانی ها و کاهش سوء استفاده باید در نظر گرفت؟ ببینید، باید این حالت توافقنامه غیر الزام رو به حالت یه سند الزام آور تبدیل کنن در درجه اول. بعد یه چهارچوب جامع تری رو براش توسعه بدن که اکثر کشورها بتونن قبول کنن و بیان تو جمع این سند الزام آوری که ایجاد شده. یه مقدار آموزش و آگاهی بیشتر در مورد خطرات هوش مصنوعی هم باید ایجاد بشه توسط حالا نهادهای آموزشی و جای دیگه، و ایجاد یه نهاد نظارتی میتونه خیلی کمک کنه و توسعه استانداردهای امنیتی هم میتونه به این قضیه بسیار بسیار کمک کنه. بله، جناب آقای کلم، به نظر شما چه راهکارهایی برای مقابله با این مسئله در صنعت حلال و مقابله با محصولات تقلبی وجود داره؟ خب قدم اولش اینه که ما یه سری چارچوب باید ایجاد کنیم واسه صنعت حلال تو هوش مصنوعی، که این چارچوب ها باید حالا نوشته بشه، توافق بشه، در موردش صحبت بشه و گسترش داده بشه. بعد مورد دومش توسعه فناوری ها برای تشخیص محصولات تقلبیه تو صنعت حلال، و قسمت سومش که خیلی مهمتر از همه است، تربیت، آموزش و آگاهی عمومی در مورد خرید محصولات حلال است. بله، متشکرم از توضیحاتتون. صفا کلم، مدرس و پژوهشگر هوش مصنوعی از تهران ما بودند. خواهش می‌کنم. مرسی.